خب بچه ها، امروز با یه برنامه کاملا متفاوت اومدیم. ما چند وقت پیش یه پستی گذاشتیم روی یوتیوب و اینستاگراممون و ازتون پرسیدیم که هر سوالی دارین به ما بگین و ما اینو میخواییم توی یه ویدیو جوابتون رو بدیم. اولین سوالی که کرده بودن، ماشین یا برند مورد علاقتون چیه؟ من واقعا جواب بدم اینو، همه میدونن دیگه مال من چیه. واقعا ماشین مورد علاقت بچه ها. آقا من بچه ها از بچگی عشق بی ام و بودم. یعنی الان یکی به دوستم بگه فراری یا لامبورگینی میگی بی ام و؟ بذار من اصلا یه چیزی اول توضیح بدم. آقا شما میری سر میز غذا، خب یه میز مهمونی رفتی، غذاها همینجوری چیده شده روی میز، خب قرمه سبزی هست، قیمه هست، فسنجون هست، کشک و بادمجون هست، ماکارانی هست. آقا تو نمیتونی بگی آقا من فقط امشب میخوام قرمه سبزی بخورم. حالا شاید یکی واقعا اینجوری باشه، ولی هر کدوم مزه و طعمش فرق میکنه، ولی آخر سر میری سمت قرمه سبزی. من بیمه قرمه سبزی منه. آره، ولی یه دیدی مایچه رو خوردم اون وسط، یا یه گوزن هم گذاشتن جلو، یه گازم از اون گرفتم. آره دیگه، ولی مال من فرق داره، مال من یه همه نیست. آخ اینجاست که من نشم دو تا بگم. آخه من واقعا دو تا برند رو در هم اندازه هم دوست دارم، یکی پورشه یکی مرسدس بنز. اینجاست که اختلاف‌های پشت پرده قالپاق اگر می‌خوایم بدونین اینجاست. پورشم اونجا داره نشون میده. من نه، ولی اگر قرار باشه تو یکیو انتخاب کنی که قرمه سبزیت بشه، چیه؟ پورش. تموم شد. بعدی. خب سوال بعدی اینه که اگر قرار باشه بین ای کلاس و سری 5 یکی رو انتخاب بکنید کدومه؟ خب این کاملا واضح و معلومه دیگه. با جواب سوال قبلی که دادیم بکنم یه جورایی اینو جواب اینم رو نوشتم. سری 5 یا M5 و مثلا E60. سری 5 و E-Class نزدن AMG یا؟ ولی ببین جفتشون واقعا خفنن، ولی با این که من BMW نیستم، من خودم در افتر M5 هم. اینجا من اعتراف میکنم که در افتر M5 هم. ولی این شخص هم خیلی دوست دارم. ولی اگه قرمه سبزی بخوام انتخاب کنه الان دوتاش اینجا بود، M5 رو برمیداشتم. بین M5 و E-Class الان، همین الان بود. آره. سری 5 جدید داره میاد، این وسط ها هم بگم. آره. من سری 5 جدید که کلن همه چیش عوض شده، به زودی زود سعی میکنیم که ویدیو اونم براتون بگیریم. تو هم که معلومه دیگه M5 دیگه، یا ایش سری؟ نه من هم M5. خب سوال بعدی، فراری SF90 رو میتونیم بیاریم یا خیلی دور از دست رسه؟ بچه ها یه چیزی که هستش راجع به تمام ماشینایی که شما درخواست میدین و دوست دارین ببینین، امکان پذیره با حمایت شما و اینکه همین جوری که عشق و محبت دارین میدین ادامه بدین، همشون رو سعی میکنیم بیاریم. کسایی هم که میشناسیم توی شهر میتونیم ازشون کمک بگیریم و این کار رو انجام بدین. فقط حمایتتون رو ادامه بدین. خب آقا سوال بعدی این بود که اگر بخواین مخ بزنید با چه ماشینی میرین مخ بزنید؟ خب جواب این سوال برای من اینه که آقا من اگر بخوام آدمی که مخزن باشه، با موتور گازی هم میره مخ میزنه. پیاده من میتونم مخ بزنم. شوخی کردم. ولی بچه حالا خارج از شوخی، هر ماشینی که دارین یا ماشین ندارین یا موتور دارین یا هر چیزی دارین با همون حال بکنین. آقا به طرف بگین همینی که هست، میخوای بیای نمیخوای نیا، به ماشین نیست. یارو میاد بعد دو روز ماشینتو میبینه میگه خدافظ. به ریشه است، به ماشین نیست.
خیلی سوال بریم با هر چی دوست دارین مخ بزن اصلا ماشین رو بیخیال. آقا یه نفر گفته توی شرکت های مختلف شما آشنا داری یا چیکار میکنی؟ پارتی بازی میکنی؟ بچه من توی بی ام و کار میکنم، از بچگی همونجوری که گفتم عشق بی ام و بودم، از بی ام و از خیلی پایینا شروع کردم، ماشین شویی و از این کارهای اینجوری شروع کردم. الان ماشین میفروشم توی بی ام و، و ماشینایی که بیشترش میبینین ماشینای خود شرکتیه که کار میکنم، و اینکه نه پارتی بازی و اینا هم نیستش، خیلی روه و اینجوری. آقا سوال بعدی این که سری 7 بی ام و چه جور ماشینی و چقدر قدرت داره؟ به نظر من که ماشین واقعا تو سدان از نظر راحتی و خوشگل بودن جزو ماشین های واقعا خفنی و قرصاورش هم خوب بد نیم، و تو ایران هم خیلی مطمئنم طرفدارای خیلی زیادی داره. 2023 چند تاش هم گذر موقت اومده بود که تو اینستاگرام دیدم، و کلن هم خیلی ماشین پرطرفداری هم اصلا تو ایران. قدرتش هم برقیش هم بنزینیش 536 تا هورسپاورشه، با برقیش میتونین تا 500 کیلومتر با برق حرکت بکنه. از همه نظرم خب از هر جوری بخوای بهش نگاه کنی، پرفورمنس، راحتی، همه جوره لانچری حرف اولو میزنه. آره. سری ها و هیچ جای نگرانی نداره. دقیقا من. ماشین مزدا 3 جدید میشه بررسی کنین، چرا که نه، به زودی مزدا 3 هم براتون ریویو میکنیم. بله چشم، هر چی که شما میگید. خب آقا سوال بعدی اینه که یکی پرسیده بود که لمبو یورس یا فراری پیورسان کدومو بیشتر دوست دارین؟ من خودم لمبو هم. من فراری هم. واقعا شرمندم. ببین نه همه شاسی بلندش هم من تو شاسی کوتاه 100 فراری 100، ولی تو شاسی بلند جدی اصل جنس فراری بهترین هندلینگو داره بچه‌ها دیگه. فراری، پورش، بی ام و. و سوال بعدی آلمانی یا ژاپنی؟ این واقعا برای من علیرضا خب مشخصه، ولی ژاپنی هم دوست داریم، اینجوری نیست که ژاپنی دوست نداشته باشیم، ولی خب آلمانی یه چیز دیگه است به نظر من. کاملا متفاوتن از لحاظ انتظاری که از ماشین داری، کاملا متفاوته. ماشین آلمانی خب اصلا برای یه سیستم دیگه طراحی شدن، ولی ماشین های ژاپنی ماشین هایی هن که خب توی روزمره توی بلند مدت خیلی بهتر کار میکنن. دقیقا زیاد اذیت بکن نیستن به قول خودمون. تفاوتشون توی این. خب آقا یکی پرسیده که اون نمایشگاه بی ام و برای خودتونه؟ نه آقا جان، ما هم مثل شما عشق ماشینیم و تمام اینایی که از نزدیک میبینیم و دوست داریم با همدیگه ببینیم، ولی واقعا کاشون نمایشگاه برای ما بود. برای ما بود که. سوال بعدی اینه که کی مهاجرت کردین؟ من سال 2013 رسیدم کانادا و 2013 واقعا اومدی؟ آره دوز آره جدی؟ من 2014 اومدم. یه سال یعنی من بعد تو اومدم؟ فکر میکنم تو خیلی قدیمی تاری. من کردم قدیمی های این شهر هم من خدا هم قدیمی هم من هم 2014 بود. مهاجرت واقعا سخته. مهاجرت واقعا سخته، همه جوره مهاجرت سخته. و اینو میخوام حس بکنید، همه کسایی که از ایران میان بیرون، شاید کسایی که هنوز اونجا هستن بگن که او رفتش تموم شد خوشبخت شد همه اینا، ولی وقتی که اول میرسی، یکی اینکه زبون متفاوت، هر چقدر هم تو زبان بلد باشی بالاخره باید با این عادت بکنی که از در خونه میای بیرون زبان که زبان مادریت نیست و صحبت بکنی، فرهنگ، فرهنگا، خانواده، همه یه چیزایی که بالاخره یه تفاوت بزرگی یهو از یه دنیای دیگه میری توی یه دنیای دیگه. و
کشورهای مثل کانادا سرعت زندگی، سرعت اینکه خیلی باید همه نظر بیفتی روی اون غلطکه باهاشو بتونی بچرخی بالاست. دقیقاً. و اولای همه مهاجرت ها من میتونم بگم که شاید 80-90% از آدما توی همین سیچویشن بودن. ولی خب یه جورایی هیچ کس دوست نداره مهاجرت کنه، میدونی؟ مجبوریم دیگه. یه جورایی همه از اون مجبوریشون میرن برای پیشرفت کردنش، حالا یکی میره یکی برای شرایط هر کسی به یه دلیلی. ولی آره دیگه. ولی امیدواریم ما هر جا که شما هستین خوشحال باشین، کسی که دوست دارن مهاجرت کنن هم یه روزی مهاجرت کنن و به آرزوها برسن. دقیقاً. این هم یکی از آرزوهای من خودم هم بود. بمگین شده ساش بکنم. جارد شدی بیو. خب سوال بعدی اینه که بهترین مدل بی ام و چیه؟ چیه به نظر تو؟ آقا به نظر من ام 5 سی اسه. واقعا ترکونده توی این ماشین، هرچی داشته رو کرده. حالا منم ام 5 سی اس رو خیلی دوست دارم، ولی زد 8 رو یه جور دیگه دوست دارم. کلاسیک کاری یه جوری. آره. تو قدیمی کار خیلی خسته باره. که کلا بزنی جیمز باند طوری. سوال بعدی سوال خیلی عجیبیه. آقای امیر صلحی، من این یه نفر رو باید اسمشو میگفتم، امیر صلحی گفته که من سوالی ندارم از شما. شما از من سوالی نداری؟ نمت. چرا داداش؟ من از شما سوال دارم. حال چطوره؟ چه خبر؟ بنویس چطوری؟ همون موقع که اگر این ویدیو رو میبینی، همون موقع که داری میبینی حالتو بپرس، من بدونم خیالم راحت شد، درگیر شدم یه ذره. سوال بعدی گفته بازم با کوروش ویدیو میگیرید؟ خب آقا میخوام زنگ بزنم به خودش ازش بپرسم که بگم که بچه ها پرسیدن که دوباره با کوروش ویدیو میگیری؟ آقا ببینیم واقعا ویدیو میگیریم یا نه. اگه جواب الان معلوم بده. میشه دیگه واقعا ویدیو میگیریم، میتونیم نگیریم دیگه. آقا اگر جواب بده. الو چه خبر؟ سلام چطوری؟ چطوری؟ خوبم قربونت. میتونی حرف بزنی؟ آره. آقا ما یه ویدیو داریم میگیری؟ خب که گفته بودیم که بچه ها هر سوالی میخوام بپرسن و اینا، سوال های مختلف پرسیده بودن. خب آره. یه جا گفته بودن که باز با کوروش ویدیو میگیری یا نه؟ آره. همین بعد خواستیم که تو اینو خودت اعلام کنی. پرهامم پیش خواهم. سلام برم چطوری برم؟ خوبی چه خواهر؟ چه خبر ها؟ شکرم تو خوبی؟ آره آره که معروبه که میام. ماشین خوشگله که دادیم رفت که. نمیدونم یه چیز دیگه جور میکنیم دیگه. یک دیگه جور کنیم. چشم یه چیز خفن که دیگه حال بده. آقا من سوال بعدی رو به چشم خورد، من خودم باید بپرسم ازم، نمیذارم تو بپرسی. زدن چرا بی ام و جلو پنجاشو هی داره بزرگتر میکنه؟ جواب بده آقا، شما که میگی بی ام و دوست داری جواب بده، بگو چرا جلو پنجاش هی داره بزرگتر میشه، کم کم کل ماشین داره. آقا یه جورایی من قبول دارم این سوالو، ولی یه چیز دیگه هم هست که از نزدیک اینو میبینی توی عکس ها و توی فیلم ها، حتی قبلا که اینا اومده بودن بیرون خود من میگفتم او این دیگه این چیه دیگه، چرا عجیب بزرگیه. ولی از نزدیک میبینی روی بعضی ماشینا واقعا خیلی قیافه ماشین رو عصبی کرده و اسپورتی کرده. اینه که سلیقه‌ست، وگرنه اگه عوض نکنه هم خیلی ها میگن آقا بی ام و چرا اصلا همش یه جور داره میزنه. آره دیگه. خب یه ذره داره سریع این کارو انجام. ولی من صحبت کردم گفته میخوام برگردم کوچیک کنم. آقا خب بذارم بیارم، واقعا تشنامو شده. گلوه خوش شد. سوال بعدی گفتن که تویوتا سوپرا یا نیسان جی تی آر میارین یا نه؟ میاریم. ولی مطمئن نیستیم که، ولی میاریم. همونجوری که گفتیم همه ماشینای رو واقعا سعی میکنیم تا هر جایی که امکانش باشه براتون بیاریم و ویدیوشو بذاریم. آقا یه نفر گفته من 10 تا سوال از شما دارم، ما باید به این 10 تا سوال جواب بدیم. چشم بریم.
تنفس طبیعی یا توربو؟ توربو. توربو. دنده ای یا اتومات؟ دنده ای. اتومات. دو در یا چهار در؟ اگر الان باشه، همین الان باشه، دو در. ولی اگر در آینده باشه که بنده یه 7-8 بچه بیاره، این 7-8 بچه میخوای واقعا؟ آره؟ 7-8 بچه واقعا میخوای؟ ناره دیگه، بود دو سه تا بسته دیگه، 7-8 چه خبره؟ اگه بعدن باشه شوخی میکنم، اگه بعدن باشه ماشین دو در یا ماشین دوم باید باشه؟ آقا علی کلن رفت تو زندگی و زن و بچه با این سوال، من نمیم چرا. خب منظورم اینه آقا اگر که زن و بچه داشته باشی، یه دونه ماشین هم داشته باشی، آقا دو در یا چهار در؟ پشت میدن بچه همون پشت. اونجا میتونی دو در تو داشته باشی، یه چهار در هم داشته باشی. نه بابا. آره. پولشو تو میدی؟ نه ندارم. منم همینجور. آره. خب برو بعدی. برقی یا بنزینی؟ بله بنزینی. 100% بنزینی. دلیل داریم ها. آره. اگه خواستین دلایل هم بدونین. چشم. درگ یا دریفت؟ من دریفت. درگ. نیسان جی تی ها یا سوپرا؟ این دوباره یکی دیگه پرسیدن. آره. اینو پرسیدن نظرتون چیه؟ اون پرسیده بود که میارین یا نه. من نیسان جی تی ها. من هم نیسان جی تی ها. فرمول وان یا رالی؟ من فرمول وان. من هم 100 فرمول وان. ماستنگ یا چلنجر؟ ماستنگ. ماستنگ. رولز رویز گوست یا مید؟ دامه نده همینجا وایس داری. چرا؟ چون رویز رویزه. نه شوخی میکنم، برو بعدیش. گفته رولز رویز گوست یا میبخ؟ رویز رویز گوست. رویز رویز بچه رویز رویز میدونین که خانواده بی ام وست دیگه، به خاطر همین. بخاطر همین ما واقعا رویز رویز و منم بیشتر میباخ. میباخ خیلی به نظرم رد سنی داره. آخه. یا باید راننده داشته باشی. مثلا GLSش باحاله به نظرم، ولی Sش یه ذره سمبالاست. 500,000 دلار میتونه بره. آره. و با این پول شما میتونی همون روز روز خیلی باحال یه آپارتمان یه خوابه بگیری. آقا نفر آخر یه سوال کرده. خب چیه؟ گفته اگه میتونستین تا آخر عمرتون فقط یه ماشین سوار شی، هیچ ماشین دیگه‌ای نمیتونی سوار شی، خب اون چه ماشینی بود؟ چه ماشینی یا چه آخه برندی؟ چه ماشینی؟ یعنی یه مدل ماشین باید بگن؟ خب خیلی سوال سختیه. برای من هم سخت. خیلی سوال سختیه، ولی با این که سخته من نگو بی ام و تو رو خدا. چرا؟ بود دیگه آخر عمرت میخوای بی ام و تا الان بی ام و سوار شدی دیگه، حالا الان یه چیزی یه سوار شد تا آخر عمرت دیگه. من بچه من خیلی سخت بود اصلا این با این سوال تمام ذهن و روح و ریخ به هم. من فکر کنم واقعا همون F8ی که گفتم رو انتخاب کنم، با اینکه دو دره به قول علیرضا برای خانواده خوب نیست. ولی اگه میخوای بی ام و رو بگی این خیلی رو درواسه نشد، بگو برای من. داشتم میگفتم M5 CS. آخر عمره دو ماشینه. ببین دلیل دارم براش. ماشین چهاردر و جادار سدنه. برای خانواده 8 نفره خوبه. برای آره. چجوری 8 نفر میخوای تو چه کنی؟ تو که میخوای 7-8 نفر. 4 تا پشت. آه. 2 تا جلو. 6. صندوق عقب بخوای بذاری. دیگه. نه نه، ولی ماشین چهاردره. ماشینیه که از لحاظ سرعت، شتاب، قدرت، همه چیز بالاترینه یه جورایی. آه خبر نیست. برافت.
بچه ها دمتون گرم، امیدوارم که تمام سوالاتون رو جواب داده باشیم. خیلی دوستتون داریم. تا قالپاق بعدی. الو. اش رین.